و در این بخش از برنامه از دکتر صاحب دانش بختیاری خواهش میکنم در جایگاه تشریف بیارن و با صحبت هایشان ما را مستفید گردانند. تا تشریف آوریشان صلوات عنایت فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. ضمن اظهار تشکر و قدردانی از تمامی دستاندرکارانی که برای جلوگیری از تحریف مبناها و حرکتهای بنیادی انقلاب و خیزشهای اجتماعی و سیاسی در افغانستان اقدام نیک و شایسته‌ای را اساس گذاری نمودند. ما دو نکته بسیار کلیدی و که از نظر خودم بسیار کلیدی و اساس تلقی میشه و زنگ خطری است برای رهبران خیزش های مردمی، رهبران جهاد، رهبران حرکت های سیاسی. قرآن می فرماید که خون آنقدر از دیدگاه اسلام ارزشش بالاست که اگر من قتل نفسن فقتل الناس جمیعا فان قتل الناس جمیعا، یعنی ریختن یک خون به مثابه خون کل بشریت تلقی میشه. در بحث ماهیت تقدم جهاد بر دعوت اکثرا متفق القول بر ایست که دعوت مقدم بر جهاد است و کسی از مجتهدین جرأت اذن جهاد نمیکنه به خاطر ترس ریختن خون. آلی کلی افتخار میکنه که رهبر جهاد، رهبر فلان، این ریشه در جهل داره نه در بینش و آگاهی اعتقادی. مثلا ما از خود یاد میکنم، ما به عنوان یکی از فرزندان بسیار کوچک جهادی که جهاد رو با احساس شروع کردم نه با تعقل و انتخاب، به خاطر که منزل ما، به خاطر که همین منزل یکی از کانون جلسات جهادی حساب میشد، جلساتی بود و در اینجا بزرگان ما همیشه چون تماشاچی بودیم سرمه تأثیرم گذاشته بود. وقتی که قاضی داود ناصری دستگیر میشه میگن که کی رو بفرستیم که از بین کندوی آردزیا اسناد جهادی رو بکشن که شبکه کلگی افشا نشه. بازو میگن که همی دانش بفرستیم، تیزم است، ریزم است. ما بایسکل خود سوار شدم رفتم از بین کندوی آردزیا، اسناد آوردم بیرون. وقتی که من از خانه شون برآمدم، خانه ازیا معاصره شد. خانه که معاصره شد، از بس جهاد و ارزش های جهادی در تمام سلول های بدن ما تزریق شده بود، بدون ای که انتخاب بکنیم، ما وقتی که برآمدم خوب دیدم که خانه از این معاصره شد. ما امی خلطه آردپور در کنجیغی بایسکل خود ماکم بستم و این خادیستا که مردم از نامش میترسیدن، ما استاد شدم که مره بگیره. و یکی دیگه شما آمد مره که سیلی زد که چرا نمیری چوش هم میتر، با عصبیت یک سیلی مره زد. ما بر از اون نشان میدانم که احمق، این چیزی که تو آمدی یه ندوهی نزی خلطه است نیجه. خب شما فکر کن به هزاران هزاران جوان احساسی ای جامعه بدون از اینکه جهت سیاسی داده شده باشه در این مسیر هدایت می شدن و خونشون به ناحق ریخته می شد. یک نکته از نظر روانشناسی میگه ما یک حرکت عقلانی داریم، یک حرکت احساسی. حرکت عقلانی مبتنی بر اندیشه و درنگ و انتخاب است. به همین دلیل انسان عاقل کسی است
که اول می اندیشد بعد انتخاب میکند و سپس عمل میکند، که در مقابل از این حرکت احساسی قرار دارد که اول عمل میکنه بعد از او انتخاب میکنه، که به اصطلاح چیست؟ این حرکت زمان مبتنی بر ارزش است که حرکت عقلانی و مبتنی بر انتخاب باشه. وظیفه رهبران ایست که عقلانیت را در جامعه ترویج کنند، چون مردم بر اساس شعور وارد حرکت های سیاسی شوند. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. به خاطر چی؟ حرکت اگر انتخابی و عقلانی نبود، در مسیر حرکت تزلزل ایجاد میشه. بعد از اینکه امام حسین دو تا سفیر بزرگ خود به کوفه فرستاد، یکی قیس بن مسهر سیدابی و یکی مسلم بن عقیل را، وقتی که امام حسین روانه کوفه میشد، در مسیر راه فرزدق شاعر بزرگ عرب کدش مواجه شد، گفت چه خبر است؟ گفت میخوایم که به طور خصوصی برات عرض کنم. بر امام حسین گفت که ما بود روحی سایر همرزمان ده ایج ضعیف نشه. امام حسین گفت که این صفی که تو میبینین بنیان مرصوص است، ما چیز را از هم پنهان نداریم، هر چی که داری بگو. حرکت حرکت انتخابی است، مبتنی بر عقلانیت است، نه مبتنی بر احساس. هر چی داری کلی ما یک هستیم، بگو بر ما. همونجا جمله زیبایی را داره که گفتن که سیوفهم علیک و قلوبهم معک. بعد در اینجا آمد والی کوفه که چه قسم حرکت امام حسین را به نطفه خونسا کنه، حرکت نواسه رسول خدا را، که در حقیقت حرکت پیغمبر بود، حرکت احیایی پیغمبر بود، این چه قسم خونسا کنه. آمد دست قاضی شریح گرفت، قاضی شریح آیت الله، یا آیت الله لازم، یا آیت الله یابد. آمد 40 سال در مسند قضا تکیه زده بود، 40 سال برای قاضی شریح یک نکته را مطرح کرد که این نکته برای تمام علما در طول تاریخ آینه عبرت است. قاضی شریح وقتی که به مقابل پیشنهاد والی کوفه قرار گرفت، که خیلی انسان متبحر و سیاس بود، در مقابل پیشنهادش که قرار گرفت، او جمله زیبای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب یادش آمد. علی ابن ابی طالب خطاب به قاضی شریح گفته بود که قاضی شریح تو در جایگاه قرار گرفته ای که این جایگاه نبی و وصی نبی و انسان شقی. سه فرد در این مسند، یعنی مسند قضا تکیه میزنه، یکی نبی رسول و دیگر وصی او و سومی انسانهای عالم شقی. نشود که خدای نکرده روزی تو از انسانهای دسته سوم و شقی او قرار بگیری، نه از علما و ورثه الانبیا. میگه که قاضی شریح به محض که به مقابل پیشنهاد والی کوفه قرار گرفت، سریع بدون درنگ این سفارش امیرالمومنین یادش آمد. در امی درنگ بود که در دروازه منزلش به صدا در آمد، دید که 3 تا بار شتر را والی کوفه فرستاده. در بار اول که باز کرد، یک کمی در فکر حدیث و فکر امی احیا کردن وصایای امیرالمومنین بود. بار دوم که پایان کرد، در بار سوم مقدار پول نقدم بود، باز ای را برش سفارش کرده بود که پول نقد وقتی که به اصطلاح میتی خلطه را واز کن، که صدای ترنگس و به اصطلاح صدای دلفریب پول را بشنوه. و وقتی که ای را شنید، او آده گفت که حرکت امام حسین، انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی. در حالی که ماهیت حرکت امام حسین ای بود و تمام مردم، حتی عوام و ناس، چه رسه به خواص جامعه، ای را می فهمیدن،
اما قاضی شرعی مور کشید در پیشانی او ورق نوشته کرد که امام حسین در مقابل حکومت فعلی بغیه کرده محدور الدم است و به وسیله سه بار شطر قتل امام حسین و حرکت اصلاحی نواسه رسول خدا را به امضا رساند. ما امروز شاهد این قسم مرکوبیدن ها در مقابل پیشنهادات بسیار زود گذر و متزلزل حکومت های به اسلام متزلزل مواجه استیم و علت اصلیش ایست که حرکت یا عقلانی و انتخابی نبوده و یا ای که ای آیه مبارکه که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص را درست متوجه نشدیم. خداوند همه را عاقبت بخیر کنه و السلام علیکم.